زنا بعد از قتل بزرگترین گناه کبیره است اما این که زنا دین و وام باشد که اگر کسی زنا بکند قرضش را از خانوادهش پرداخت بکند این صحیح نیست الله متعال عادل تر از این هست که به خاطر زنای یک مردی زن و فرزند یا خواهر و مادر او را مبتلای به زنا بکند و روایتی که در این زمینه آمده که من زنا زونی بیهی کسی که زنا بکند با او زنا کرده می شود یعنی با خانوادهش این روایت روایت جعلی و ساختگی هست منتها در این زمینه شعری هست از امام شافعی رحمت الله علیه که میفرماد از زنا دینون این اقرسته کان و من اهلک زنا یک دینی هست قرضی هست اگر که آن را قرض بگیری از خانواده خودت آن را تلافی میکنی و پرداخت میکنی منتها معنی این شعر امام شافی رحمت الله علیه آن گونه که ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمودن این است که معمولا کسی که غیرت ندارد چشم به دی دیگران دارد و معمولا این گونه است که خانواده خودش هم در واقع پایبند نیستند و حداقل این است که مردم فکر میکنن چون که فلانی غیرت ندارد پس بنابراین احتمالا زنش، دخترش، خواهر و مادرش هم این کاره باشند یا این که افرادی بیان تلافی بکنند به طور مثال کسی با خواهر کسی زنا کرده اون به در صدد تلافی بر بیاد این کار رو انجام بدهد این ممکن هست در هر صورت انسان باید از گناه چه قرض باشد یا قرض نباشد از خانواده اشتلافی بشود یا نشود این جز گناهان کبیره است و رسوایی در دنیا و آخرت را دارد انسان در هر صورت باید حتما از این گناه باید پرهیز بکند